سلام عرض میکنم خدمت بچه های رشه تجربی و ریاضی سال 11 هم بریم پس حد رو با هم کار کنیم تابع fx با این زابطه رو در نظر بگیرید بچه ها شما مفهوم تابع رو سال دهم ده خوندید تابع کارخونه است که طول میدادیم عرض به ما میداد مثلا در این تابع ای که زابطش x به توان دو منهای 4 بر روی x منهای 2 من اگر یک رو به بدم این تابع برای یک چه شما چه عرضی به من میدی؟ خب یک منهای چار، یک منهای دو به من ارز رو میده نتیجه این بده بسون چیه؟ یه نقطه است به مختصات طولش یک ارزش سه همینطور مثلا نقطه صفر رو بهش بدیم نقطه به طول صفر رو بهش بدیم ارز دو رو به ما میده پس نقطه داریم به مختصات صفر رو دو خب ببینید بچه ها طول بازی ارز بازی صفر دو حالا من میام دو رو به این تابه میدم جناب تابه اف جانم من اگر دو رو بهت بدم شما چه ارزی به من میدی؟ خب من دو رو بهش بدم من در مخرج کس میشه صفر در صورت کس رو میشه صفر میشه تعریف نشده چون چیزی که وجود نداره نمیتونیم چیزی ازش برداریم صفر صفرم تعریف نشده است یک سفرم تعریف نشده است دو سفرم تعریف نشده است اینا واجه است که ما اصلا هیچ موقع نمیتونیم تا صبح هم بیسیم نمیتونیم پیرامونش صحبت کنیم مثلا چیزی که وجود نداره مثلا وجود نداره مثلاً اصلا اصلا هیچ وجود نداره نمیتونیم یه بخششو برداریم من مثال برای شما بزنم رفتید مثلا رستوران پیتزای جلوی شما نیست نیستش اصلا پیتزا جلوی شما قرار نگرفته حالا یه بخششو از این از چی از چیزی که وجود نداره نمیتونیم یه بخشش رو برداریم دست به این پیتزا نزن خب پیتزایی وجود نداره پس نمیتونم صفر قسمتش رو از چیزی که وجود نداره بردارم پس واژه صفر صفرم تعریف نشده است بچه ها خب میام اینجا تا به اف ایکس جانم در خود دو عزیزم اجازه بده دو وارد کارخونه نشه چون برای دو ارزی به ما نمیده حالا چه اتفاقی میفته برید بالا بیایید پایین برای دو شما خروجی نخواهید داشت اما بچه ها ما خود دو مشکل ایجاد میکنه ما بعضی موقع فضولیم میخوایم ببینیم در مجاورت های دو یعنی دو یه ریز کمتر دو یه ریز بیشتر تابعی اف من چه ارزی به شما میده در مجاورت دو وقتی لفظ مجاورت رو اینجا دارید میارید یعنی چی؟ یعنی اینکه خود دو نیست دیگه در همسایگی دو وقتی هم شما بحث همسایگی دو رو مطرح میکنید در حقیقت یک عدد معینی رو نمیدید یعنی چی؟ آی تابع اف جانم در دو و یک صدم شما چه ارزی میدید؟ خب وقتی دو و یک صدوم یک عدد دقیقه شما دو و یک صدم و اینجا جای ایکس قرار بدید خروجیتونم یه عدد دقیق بهتون میده با ماشین حساب حساب کنید یه عدد دقیق بهتون میده وقتی ورودی شما یه عدد دقیق مثل یک ممیز نود و که نزدیک به دوه خروجی شما هم یه عدد دقیقه ولی وقتی شما میگید که همسایگی دو میتونه این دو و یک صدوم باشه میتونه نزدیکتر به دو بشه بشه دو و یک هزارم دو و یک هزار یک و نه میتونه مقادیر نزدیک تر به دو هم داشته باشه پس بحث ما حدودی برای دوه پس اینجا نمیتونم بگم دقیق دو تعریف نشده است اینجا میگم همسایگی دو ببینید این نماد رو به این صورت نشون میدم وقتی x میل میکنه به سمت دو ما وقتی x رو میل میدیم به سمت دو یعنی مجاورت دو بله دو و یک صدم شاید دو و یک هزارم این اعداد نزدیک به دو شما ببینید تو این کارخونه دقت کنید بچه ها حرف من رو نگاه کنید تو این کارخونه دقیق میدادید دقیق عرض بهتون میداد دقیق طول میدادید دقیق عرض بهتون میداد طول دقیق عرض دقیق اما اینجا ساختار شکنی اتفاق میفته چه اتفاقی افتاد طول دقیق نمیتونید بدید پس اینجا میاید طول تقریبی میدید ایکستون میل میکنه به سمت دو یعنی حدودی برای دو رو وارد تابه کردید چیزی که عوض داره فدات شم گله نداره چرا اذیت میکنی خودتو دقیق بده دقیق میدم حدود بدی حدود میدم منم خود دو خود دو رو که نمیتونی بدی حدود دو رو میدی منم حدودی برای افت میدم حدود بده منم حدود میدم نگاه کنید اینجا نگاه کنید حدودی برای دو دادید بیا نگاه کنید ایکستون نزدیک به دو پس حدودی لیمیت یعنی حد دیگه حدودی برای ارز بتون میدم در حقیقت حد در ادامه توابعی که سال دهم ده خوندیم دقیق بده دقیق میدم حدود بده و حدود میدم خب چیزی که عوض داره چرا گله میکنی تو دقیق بدی من دقیق میدم حالا ایکس نزدیک به دو رو دادم حدودی برای ارز پیدا کردم طول بازی ارز بازی اینجا طول دقیق ارز دقیق اینجا طول طول تقریبی ارز تقریبی لیمیت اف یعنی پیدا کردن عرض تقریبی پس حالا ادامه بدیم اینجا تاب اف ضابطه چی بود ایکس من 4 بر ایکس من دو دیگه تابم این بود دیگه نگاه کنید همین تابه وقتی ایکس میل میکنه به سمت دو اینجا یه اتفاق خیلی ساده میفته صورت اتحاد مزدوج رو بنویسید بچا این کلام تو کلام من بذاری تو خونه نشستید اشکال نداره تو حرف من حرف بیارید قشنگ بگید ادامه حرف منو تو بگو وقتی ایکس میل میکنه به سمت دو خب خود دو یعنی نیست وقتی ایکس میل میکنه به سمت دو یعنی خود دو نیست وقتی تو خود دو نیستی پس مخرجم خود صفر نیست نزدیک به صفره یه بار دیگه برم با هم دیگه بگیم وقتی ایکس میل میکنه به سمت دو یعنی خود دو نیست اگر تو خود دو نیستی پس مخرجم خود صفر نیست پس راحت میتونی چون خود صفر نیست اینو با این بزنی در ادامه چیمون لیمیت ایکس اینجا بچه ها. دقت کنید چه مون لیمیت x به علاوه دو x مین میکنه به سمت دو حالا این که با این رفت شد این وقتی x نزدیک به دو عدد نزدیک به دو به علاوه دو میشه چی بچه ها چهار. دو و دو میشه چار البته خود چار نیست چون حدودش و من نوشتم چهار چون ایکس من خود دو نیست پس جوابم خود چار نیست اینجا چرا قشن من آوردم پس یک نقطه ای دارید به مختصات حد یعنی پیدا کردن مختصات نقطه مختصات نقطه یه مختصات نقطه دارید حدود دو حدود چهار یعنی من فقط میخوام ببینم در نزدیکی های دو عرض من کجاست حالا فهمیدم عرض من در ناحیه اول وقتی ایکس نزدیکی نزدیک دو باشه عرض من نزدیک چهاره و سلام چیه؟ با هم دیگه تکرار کنیم حد چیه؟ است دقیق بده دقیق میدم دقیق بده دقیق میدم حدود میدی حدود میدم حدود میدی حدود میدم حد یعنی نقطه بازی طول دقیق عرض دقیق طول دقیق عرض دقیق, عرض دقیق، طول دقیق نمیشه چرا مثلا در اینجا سف صفر بود تعریف نشده است نمیتونی طول دقیق بدی بله تعریف نشده از جزء دامنه تابع نیست طول تقریبی عرض تقریبی حالا در محدوده اون طول عرض من کجاست دقیق میخوای نه چرا طولم وقتی تقریبی نیست پس از آن تقریبی نیست حدودی برای اف پس حد اگر بخوایم بگیم چیه میگیم پیدا کردن مخ مختصات یک نقطه است مختص یک نقطه با طول تقریبی از تقریبی من نمودار این تابع رو رسم کردم نگاه کنید نمودار این تابع الان همین تابعی که برای شما حدش رو در همسایگی دو در نظر گرفتم نگاه کنید دیگه در خود دو اصلا تعریف بچا نشده است در نزدیکی های دو در نزدیکی خود بیشتر یا ریز کمتر یا کنید در نزدیکی های دو این هم نزدیک چهاره در دو. نزدیکی دو نزدیک چهاره خود چهار نه مگر این خود دوی که این خود چهار باشه نزدیک دو نزدیک چهاره ما در حد ما در حد به همسایگی ها فکر می کنیم یه ریزه کمتر یه ریزه بیشتر یه ریزه کمتر یه ریزه بیشتر ما در حد به همسایگی یک نقطه کار می داریم یه ریزه بیشتر یه ریزه کمتر بریم سراغ, سال بعدی مقدار حد را بیابید مثلا شما نگاه کنید لیمیت اصلا یعنی چی این آقا من مختصات نقطه ای رو میخوام خب طول بده ببخشید روم نمیشه طولم دقیق نیست چرا چون اگه خود خود یک رو میذاشتم به ابهام سف سفرون میرسیدم تعریف نشده است که سف سفرون نمیشه نمیشه حالا چیکار میکنی؟ من حدود یک رو میدم پس حدود ارزم چیه؟ حد اگر داخلیم خلاصه بگیم یعنی همین من تقریبا یک رو میدم تو تقریبا چه ارزی به من میدی؟ حدودی برای ارز به من بده حالا ضابطه ارز چیه؟ ضابطه ارزم x ها یک برای x ها یک سال قبلش کار کردیم از اطلاعاتی که سال نهم خونی استفاده کردیم اینجا هم همین کارو کن مثلا مخرج راحت میتونی مزدوج بنویسی صورت هم میتونی اتحاد چاق و لاغر بنویسید خوندی دیگه سال نهم دهم اتحاد چاق و لاغر نوشتم یه بار دیگه کلام تو کلام آقات بذار وقتی ایکس نزدیک یکه یعنی خود یک نیست وقتی تو خود یک نیستی پس خود این صفر نیست نزدیک صفره پس یه نزدیک به صفره اینو با این بزنید وقتی زدید عبارتتون به این صورت درآمد نگاه کنید به این صورت درآمد ساده کردید حالا نگاه کنید یه بار دیگه حدود یک اینجا بنشیند میشود حدود دو حدود یک اینجا بنشیند یک 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 میشه سه پس حدود سه دوم پس نقطه ای دارید به مختصات به مختصات چی حدود یک حدود سه دوم پس در حقیقت ما مختصات نزدیک نقطه یک رو تونستیم پیدا کنیم عرض نزدیک یک میشه صد دوم همینطور ادامه پیدا کنیم و فکر کنم یاد گرفتید دیگه همینطور اورژانسی فعلا یاد بگیرید خب قاعدتا سال دوازده هم, هم شما حد دارید اون موقع دیگه خب ما وقتی که میخوایم سر کلاس های کنکورم درس بدیم حد سال 11 هم رو دوباره کامل میکیم حد سال دوازده هم بهش اضافه میکنیم این برای اورژانسی امتحان های مدرسه است که امتحان دارید سال دو مقدار حد را بیابید تابع fx مساویه، fx مساوی این تابع عرض دیگه x تو منهای x منهای 2 بر x منهای 1 x من می‌کنه به سمت منفی یک خب حد این تابع چی میشه مفهومش چی بود یعنی آقا نقطه ای که طولش نزدیک منفی 1 طولش نزدیک منفی 1 به شما چه ارزی میده خب این حدودی برای ارزو میخوایم حدود این لیمیت یعنی حدود دیگه باز کنید فرنگ لغت رو نگاه کنید یعنی حدود خب آقا صورت من تجزیه کردم اتحاد یک جمله مشترک نگاه کنید x2 x منهای 2 x منهای یک اتحاد یک مشترک مخرج هم اتحاد نوشتم حالا x برابر 1 با x برابر ساده میشه ادامش اونجا نوشتم حدود منفی یک اینجا حدود منفی یک اینجا بشینه میشه حدود منفی سه حدود منفی یک اینجا بشینه میشه حدود منفی دو ساده میشه میشه پس متوجه شدم که اگر طول من نزدیک من فکر باشه از من دیگه علامت سوال رو پاک میکنم به جاش مینویسم چی بچه ها؟ سه دوم دیگه مشخص شد عرض من نزدیک چیه؟ سه دوم بریم سراغ سوال بعدی مقدار حد را بیابید خب اینجا بچه ها دقت کنید مقدار حد را بیابید لیمیت رادیکال ایکس را علاوه دو های دو بر روی ایکس و من, من میکنه به سمت دو اگر ما بخواستیم میخواستیم خود دو رو قرار بدیم مخرج ما میشد صفر صورت ما میشد صفر 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 البته ارز کردم ما این حتی برای فضای امتحان نهایی داریم در امتحان مدرسه داریم درس میدیم خب قوانین خب خیلی سریعتری هم داریم که قوانینی داریم که خیلی سریعتر جوابای این حد رو ما به دست بیاریم که قاعدتا ما سال بعد اینا رو میتونیم درس بدیم فعلا دید ما دید سال یازدهمه و چیزایی که شما قرار امتحانشو بدید مقدار حد را بیابید خب من عبارت رو نوشتم فقط اینجا یه تغییری ای که انجام دادم x2 منهای 4 رو نوشتم x منهای 2 x علاوه 2 اتحاد مزدوج نوشتم بچا قرار مقداری برای عرض پیدا کنید من میام یکی از لم هایی که در سالهای قبل خوندیم استفاده از اتحادها بود مثلا اتحاد چاق و لاغر مثلا اتحاد مزدوج که اتحاد مزدوج همینجا استفاده شد من میام در اینجا بچا صورت کسر رو نگاه کنید رادیکال x 2 منهای 2 صورت در مزدوجش ضرب و تقسیم میکنه به صورت رنگ نوشتم مزدوجه این چیه بچه ها؟ رادیکال ایکس بله به دو بله به دو رادیکال ایکس ضرب و تقسیم کردم ساده نکنید ها دوباره مجبوری ضرب رو تقسیم کنید نه همین ضرب و تقسیم کردن حالا ادامهش رو نگاه کنید پس صورت رو چکار کردم؟ در صورت در مزدوج ضرب و تقسیم کردم مخرجم که همینو دوباره نوشتن نگاه کنید این مزدوج بود که نوشتن حالا این عبارت ضرب بشه در مزدوجش جواب میشه ایکس بله به دو منهای چار این هم از این خب تو کجایی؟ تو رو دوباره اینجا نوشتم نگاه کن اینجا آوردمش اینجا آوردمش خب صورت رو نگاه کنید x به علاوه دو منهای چهار به نظرتون چی میشه؟ میشه x منهای دو خب x منهای دو با x منهای دو بره خب رفت دیگه پس صورت یک باقی موند نگاه کنید حدود دو اینجا بنشیند حدود اینجا بنشیند میشه حدود چهار اینجا نوشتم حدود چهار حدود دو اینجا بنشیند دو و دو چهار جزش دو دو و دو چهار میشه چهار پس جواب میشه یک شونزه هم پس جواب حد شد یک شونزه هم میریم سراغ سوال بعدی سوال شماره چهار مقدار حد را بیابید دقت کنید سوال قشنگیه بله مقدار حد را بیابید یه رادیکال در صورت داریم یه رادیکال در مخرج رادیکال با فرجی زوج و قرار شد چیکار کنیم در مزدوج از ضرب رو تقسیم کنیم آقای فتحی جان هم دو تا رادیکال دارید پس دو بار یک بار برای مخرج یک بار برای صورت در مزدوج می نویسیم و رو تقسیم می کنیم مثلا دو من های مزدوجش چی میشه دو به علاوه x. یه بار در صورت یه بار در مخرج نوشتن دو علاوه ای x. خب مزدوج این چی میشه سه رادیکال دو یک اینجا نوشتن سه علاوه رادیکال دو در صورت در مخرج. پس نمیتونستم در صورت ضرب کنم در مخرج ضرب نکنم دیگه پس چیزی که قرار ضرب بشه هم در صورت هم در مخرج ضرب میشه یه باز دو منهای رادیکال ایکس و این بلا سرش اومد در صورت مخرج ضرب شد یه باز سه منهای رادیکال دو ایکس بلا در صورت مخرج ضرب شد این مزدوج ها بودن حالا نگاه کنید دو منهای ایکس دو به علاوه ایکس تو اگر ضرب بشی چی میشی میشه چهار منهای ایکس اینجا نوشتم چهار منهای ایکس دقت کردید بچه‌ها خب تو خب بیا کن این این در این ضرب شد این در این ضرب شد جوابش رو نوشتم دست تو بده به من تو مزاحم منی یا مزاحم منه عینا آوردم اینجا نوشتمش خب ببین عینا اینجا آوردمش چون غریب است این عبارت غریب است این مزوجش این میشه این غریب است دیگه این غریبه رو آوردم اینجا حالا به اینجا نگاه کنید الان مزوج تو سه من رادیکال دو ایکس ایک. کیه اینه خب قطعا این نیست کیه سه رادیکال دو میشه این یکا میشه این سه بعد به رادیکال دو یک خب اینو در این ضرب کن خب جواب چی میشه نه سه تا نه من های دو من های یک این در مزدوج ضرب شد این پس این چی کار است این غریب است اینم هم غریب است اینجا آوردمش نگاه کنید این مزدوجش اینه این تقصیری نداره اینو عینا اینجا آوردم پس بچه ها مزدوج هاشون رو ضرب کردم جوابشون نوشتم در این مزدوجی که ضرب کردم شاید یه جمله ای اضافه بیاد اون اضافه رو نوشتم این دو تا اضافه از اضافه هن. این در این ضرب شد خب این دیگه هیچ کار دیگه آقا چرا نوشتی خب نمیشه اصلا ننویسم وقتی در مزوج مقطعی ضرب میکنم بعد صورتم ضرب کنم پس نمیتونستم ننویسم اما خب دیگه رو کولم گرفتم اوردمش اینجا فعلا بیام عدد گذاری کنم بیایم بالاتر تا اینجا رو یاد گرفتیم بچه ها بله ادامه این 4 منهای x که اینجا اوردمه 4 منهای x 9 منهای 1 چی میشه 9 منهای 1 چی میشه 8 8 منهای 2x اینجا نوشتم 8 خب من 2x خب x نزدیک 4 ر x من میکنه به سمت 4 چار. 2 4 تا 8 بلا به 1 میشه 9 جذرش میشه 3 3 و 3 و 3 میشه 6 اینه هاش خب x نزدیک 4 ر چار 4 جذرش میشه 2 2 و 2 میشه 4 اینجا هم نوشتم پس اون اضافات رو من جوابشو نوشتم 6 4 رو بییم اینجا 4 منهای x رو نگاه کنید دوباره اینجا آوردم 4 منهای x از اینجا از دوش فاکتور بگیرم چی میشه بچه‌ها 4 منهای x میشه دوباره از دو فاکتور گرفتم 4 منهای x این 6 من هم که دست نزدم حالا وقتی که x میل میکنه به سمت چهار 4 منهای x با 4 منهای x میره دیگه هم 2 با 6 میتونه ساده بشه بشه 3 4 خب دقت کردید بچه چه اتفاق افتاد مزدوج ها یک بار در صورت یک بار در مخرج ضرب تقسیم کردیم ساده کردیم و در نهایت عامل های عامل صفر شونده عاملی که ایجاد صفر میکنه اینا رو حذف کردیم و در نهایت جواب شد 3 4 بریم ببینیم سوال بعدی چیه سال 5 مقدار حد را بیابید ریشه سوم x به علاوه 6 منهای دو به روی منهای دو مقدار حد را بیابید قبلیه را در مزدوج زبو تقسیم می حالا اینجا مجبورم در چاق زبو تقسیم کنم چاق این چجوریه بچه ها؟ یادمونه بچه ها سال دهم ده یا سال نهم هم, هم بعضا خوندید نو آمن های ب به آمنهای ب یه عبارت لاغریه قرار بشه آسمن های ب سه خب اگر آ منهای ب قراره بشه آ منهای ب سه چیزی کم داره اون چیزی که کم داره عبارت چاقشه عبارت چاق این چی میشه پس اگر آ منهای ب در چاقه ضرب شد آ منهای ب سه بهت میده حالا چاقش چیه آ به توان دو آ توان دو در نهایت ب به توان دو ب به توان دو خب وسطم میشه آ در ب آ در ب اگر منفی مثبت میشینه اینم عبارت چاقشه چنان چه در چاقش ضرب شد جواب میشه آسمن های بسه پس اینجا اومدم ریشه سوم ایکس علاوه 6 منهای دو ریشه سوم ایکس علاوه 6 منهای دو این هستش درسته اینو در چاقش ضرب کنید چاق چیه آ به توان دو یعنی این به توان دو بچه این به توان دو رو نگاه کن چگونه نوشتن ریشه سوم ایکس به 6 به توان دو به علاوه یه ضرب این دوتا دو تاریشه دو تا سوم یک به علاوه شیش اینجا نوشیم آ ضرب در ب یعنی این ضرب در این خب اینم که ضرب شد به علاوه ب به توان دو ب به دو هم میشه منفی دو به دو میشه چهار خب این در چاقه یعنی اگر این این عبارت در چاقش ضرب بشود عبارت در چاقش ضرب بشود حاصلش میشه آسه منهای بسه آسه منهای بسه خب من در صورت ضرب کردم قادتا بعد در مخرجم ضرب کنم نمیتونم در صورت ضرب کنم در مخرج ضرب نکنم قبلی ها رو مزدوجش رو در صورت و مخرج ضرب می کردم اینجا چاقش رو در صورت و مخرج ضرب کردم حالا نتیجه ضرب این عبارت در چاقش چی میشه؟ این به توان شد x بلا به 6 منهای این منهاست منهای این به توان 3 منفی دو به توان 3 میشه منفی 8 x منهای دو هم که اینجا نوشتم خب این فتی این دوازه چیه؟ این دوازه از کجا اومده؟ من دیدم عزیز دل من این عبارت در چاق زب شد در چاقه زب شد در چاقه زب شد در زب شد در, شد. در شد این بخش چه گناهی داره این عبارت همینطوری مونده داره منو نگاه میکنه خب همونجا عدد نزدیک به دو رو قرار دادم ببینم چی میشه نزدیک به دو چی میشه نگاه کن با هم دیگه بریم دو و 8 هشت دو و نزدیک x نزدیک دو رو قرار دادیم دو و ریشه ریشه سوم هشت دو دو به توان دو میشه چار. برو بغلی x میل میکنه به سمت دو دو و شش ریشه سوم هشت دو دو دو, دو میشه چهار چهار و چهار بقیه چه میشه چهار میشه چی دوازده پس من صورت در در کردم صورت در کردم صورت رو در چاق صورت در چاق صورت در چاق شد مخرج رو چیکار کردم مخرج رو دیدم که خب مشکلی که نداره همون نزدیک به دو رو قرار دادم نوشتم حالا این داخل پرانتز تو ذهن من و شما باشه همیشه ها. همیشه ها همیشه 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 وقتی چاق و نگاه کردی چاق و نگاه کردی یکی از جملات چاق و کافی نگاه کنی اینجا جمله چاق مثلا چاره آقای فتی جانم اینا نگاه کن این اینو نگاه کن خب یه خود خب این راحت تره که اینا نگاه کنم تو اینو نگاه کن همیشه چاق سه جمله است یک دو سه چی یک دو سه همیشه یکی رو نگاه کن سه برابر کن سه 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 برابر کن سه چهار تا دوازده تا سه چهار تا دوازده تا پس چاق من چند جمله سه جمله چاق من چند جمله سه جمله یه دونه نگاه کن سه برابر کن چاق من چند جمله سه جمله یه دونه نگاه کن سه برابر کن چهار سه چهار تا دوازده تا آقا جانم میخوام عدد بده خب رو عدد بده دو رو بده دو رو بهش بده به همین عدد همیشه هم اینطوریه بله همیشه اینطوریه چاقه تو حد دارم میگم ها چاق من چند جمله سه جمله یه دونه نگاه کن سه برابرش کن خب اینجا x علاوه 6 منهای 8 بریم ادامه x علاوه 6 منه 8 ساده کنم میشه x منهای دو خب x منهای دو با x منهای دو میره جواب میشه یک دوازده هم که ما به دست اووردیم سال 6 مقدار حد را بیابید لیمیت دو x به توان دو به x منهای یک بروی x بلاوی یک x در منفی ایک. خب من منفی یک رو در صورت و مخرج قرار بدم میشه صفر همون چیزی که خب باید رفع ابهام کنیم بچه ها این صفر صفر من اومدم مخرج که همون x نوشتم دیدم منفی یک در صورت قرار بگیره میشه صفر بچا دقت کنید سال نهم هم خوندید اینو الان منفی یک اینجا قرار گرفت نگاه کنید منفی یک رو بذارید بذارید من صحبت نمی کنم شما منفی یک رو بذارید بله میشه صفر درسته هرگاه عددی رو قرار دادید عبارتتون شد صفر اون عبارت بر x اینو بیارید این ور فلش اینو بیارید این ور فلش میشه x به یک همیشه اگر عبارتی به ازای عددی شد صفر اون عبارت بر اکس منهای اون عدد بخش بزیره. پس چون منفی یک اینجا قرار گرفت قرار شد عبارت رو صفر کنه پس عبارت من بر ایکس منهای منفیه که میشه x بر یک بخش بزیره. پس مثلا اگر عبارتی به اعضای دو شد صفر اون عبارت x وقتی میل کرد به سمت دو شد صفر اون عبارت بر ایکس منهای دو بخش بزیره. دو رو ببرید اون میشه ایکس منهای دو بخش بزیره. خب من سال نهم عمل تقسیم رو یاد گرفتم اون گوشه اومدم عمل تقسیم رو میخوام برات انجام بدم صورت و بخش بزیری حتما هستش دیگه بر ایکس برای یک بخش وزیر دیگه پس صورت تقسیم کردم بر ایکس علاوه یک چون منفی قرار گرفت شد صرف پس بر ایکس من های منفی یعنی ایکس علاوه یک بخش وزیره خب برای عمل تقسیم چیکار میکردید بچه ها؟ این کارو میکردیم سال نهم می اومدیم اینجا در خارج قسمت عد عبارتی رو می نوشیم که اگر در x ضرب بشه 2x به توان 2 رو برام بسازه خب 2x من 2x رو ضرب کنم در x 2x به توان 2 رو برام ما می سازه می 2x به توان 2 به علاوه 2x 2x در x 2x در 1 حالا چکار می کنم؟ منفی می کنم کم می کنم منفی 2x رو با 2x رو می ره اینجا منفی ضرب بشه می شه منفی 2x یه x هم اینجا دارید جمع بشه منفی 2x با x چی می شه منفی x اینم منفی یک حالا ادامه میدم با همین روال من چیزی رو اینجا می نویسم اگر در x ضرب بشه منفی x بشه خب منفی یک خواهد بود الان منفی یک رو ضرب کنید میشه منفی x منهای یک حالا کمش کنید از هم میگه کنید منفی منفی x میشه x که با منفی x میره میشه صفر منفی منفی یک میشه یک که با منفی یک میشه صفر پس دیدید بخش بود حالا عرض کردم سال نهم اینو خوندید پس میتونیم به جای 2x به توان 2 به علاوه x منهای 1 یعنی به جای مقسوم ضرب این دوتا رو بنویسیم بنویسیم x به علاوه 1 در 2x منهای 1 x به علاوه 1 در 2x منهای 1 حالا که x میل میکنه به سمت منفی 1 این دوتا با هم ساده میشن حدود منفی 1 رو اینجا بذارید میشه منفی 2 حدود منفی 1 اینجا بشینه میشه منفی 2 منفی 1 میشه منفی 3 داخل پرانتز میگم بچه ها این حدا اصلا جنبه کنکور اینا نداره چون اصلا خیلی ساده است ما در کنکور اصلا اینا رو اینطوری حل نمی کنیم اینا رو فقط با یه نگاه اینا رو فقط با یه نگاه حل میکنیم. البته در فضای کنکور اصلا هم در این سطح به این راحتی نمیدن فضای ما فضای سال 11 هم و امتحانه که در پیش رو داریم هستش بریم سراغ سال هفت مقدار حد را بله سال هفت گفته مقدار حد را بیابید سال قشنگیه نگاه کنیم بچه ها. x به توان 3 به علاوه x منهای 2 به روی رادیکال x منهای 1 یه بار دیگه همون مثل سوال قبلی این نکته رو دقت کنید یک اگر در صورت قرار بگیره یک یک دو منهای 2 صفر حالا که x در یک عبارت صفر کرد پس این عبارت من بر x در کی یک پس در x منهای 1 چی بچه ها بخش پذیر رو تقسیم میشه خب عمل تقسیم رو اینجا انجام دادم نگاه کنید عمل تقسیم رو اینجا انجام دادم به همین شیوه که گفتم اول ساختن x توان اینجا بعد جمله ای رو اضافه میکردید که اگر در x ضرب بشه x به توان سه بسازه خب x به توان 2 که در x ضرب میشه x به توان سه میسازه همین روند تقسیمی که شما الان دارید ملاحظه میکنید و سال نهم خوندیم ما اینجا عمل تقسیم رو انجام دادیم نه اینجا دیگه نتیجه ببینید بخش پذیر بود دیگه صفر شد باقی ماندش نتیجه گرفتیم که چی بچه ها؟ الان x به توان بعد به x منهای دو x به بعد به x منهای دو ضرب این دو تاست x های یک در x دو بلوی x علاوه دو ضرب این دو تا رو اینجا نوشتیم در صورت بله نگاه کنید اینجاست بله اینجا نوشتیم مخرجم که رادیکال x منهای یک حالا اینجا ما دو تا راه داریم برای انجام دادن دو تا روش داریم یا بیایم دوباره رادیکال x منهای یک رو در مزدوج یاد گرفتم چند سال قبلی در مزدوجش ضرب و تقسیم کنیم میشه یه راه چون به یاد دادم خودت هم میتونی حل کنی من نمیخوام اونو ادامه بدم یه راه قشنگ تر اینه که آقا x منهای یک و خودت مزوج بنویس میشه خب چرا نمیشه x منهای یک و اینطوری نوشتم نگاه کن چگونه گو... نوشتم رادیکال x منهای یک رادیکال x به یک به این مزدوجه شد قشنگ شد رادیکال در رادیکال ایکس شد ایکس منفی در مثبت شد یک آقا این به ذهنم نمیرسه فدای سرت همون کاری که من قبلا انجام دادم رادیکال من های یک رو در مزدوجه زب رو تقسیم کن قطعا روششم به همین صورت در نهایت اگر درست برید به یه جواب میرسید خب رادیکال ایکس منهای یک با رادیکال من منهای یک میره حدود یک حدود یک اینجا قرار بگیره میشه حدود دو اونجا نوشتم حدود یک حدود یک, حدود یک اینجا قرار بگیره یک یک دو جواب میشه چهار و در نهایت میشه هشت خب بریم سراغ سال بعدی مقدار حد را بیابید خب نقد کنیم بچه ها من اومدم از x این دوتا جمله از xش فاکتور گرفتم شد x در x من های دو چرا این کار کردی آقا؟ چون x من های دو و x من دو دو تا عبارت هستن که در مخرج های اینا مشترکن. پس بگیرید مخرج مشترک بگیرید اومدید مخرج مشترک گرفتیم اینجا مخرج مشترک گرفتیم کاری که مخرج مشترک گرفتن رو سال نهم یاد گرفتیم حتی قبلتر مخرج مشترک از این عبارت گرفتیم بچه ها نگاه کنید مخرج مشترک اومدیم بعدش هم مخرج که همون x در x من های دو نوشتیم اینم منفی x دو اینم داریم ضرب میکنیم نگاه کنید 6 منهای x به توان دو منهای x خب اینم که دقت کنید نوشتم عینش نوشتم بعدش یه خود اونطوریه خب تمیز نوشتم دیگه اول منفی x رو نوشتم بعدش منفی x بعدش 6 دیگه منظم نوشتم آخرش هم از یک منفی فاکتور گرفتم قشنگتر بشه از منفی فاکتور گرفتم قشنگتر شد بازم به مخرج که از دست نزدن همون عبارت رو دارید میبینید اما اینجا خیلی قشنگ به صورت اتحاد یک جمله مشترک باز شد عبارت تجزیه شد x منهای دو هاتون میزنید در نهایت وقتی تجزیه بشه وقتی x میل میکنه به سمت دو مخرج حدودش دوه و صورت وقتی x میل میکنه به سمت دو دو و سه میشه پنج منفی پنج پس نهایت جواب حد من میشه منفی پنج دوم خب بریم, بریم 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 سراغ سال بعدی با رسم تابع جزء سعی x مقدار لیمیت جز سعی x وقتی x میل میکنه به سمت دو را به دست آورید خب یاد گرفتی در تم اول تابع جزء سعی چگونه رسم میشه جزء سعی x تابعی است که پله پله یادمونه دیگه ایکس های بین 0 و 1 ارز 0 رو میده ایکس های بین 1 و دو چرا قشنگ من رسم کردم ایکس های بین 1 یک... تا دو ارز یک رو به من میده ایکس های بین دو تا 3 ارز رو به من میده نگاه کنید تابع جزء صحیح x وقتی x میل میکنه به سمت 2 بله حد تابع چیست خب تا اینجا که یاد گرفتید خوب حالا وقتی اینجا x میل میکنه به سمت 2 نگاه کنید بچه ها نگاه کنید ما در حد به خود نقطه کار نداریم به همسایگیاش کار داریم حد چی بود طول تقریبی عرض تقریبی طول تقریبی عرض تقریبی وقتی ایکس میل میکنه به سمت دو یعنی خود دو نیست بچه ما اینجا میبینیم که برای اولین بار تو این مثال ها میبینیم که اینجا رفتار تابه، ارز 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 وقتی x یه ریز بیشتر از دوه و x یه ریز کمتر از دوه متفاوت نمودار اینو داره به من میگه میگه تو که به خود دو کار نداری اصلا ما در حد به خود نقطه کار نداریم میگیم که بچه ها وقتی خود دو که نیست چی. یه ریز بیشتر از دو یعنی اینجا یه ریز بیشتر از دو رو بدیم عرض من چی میشه دو الان این نقطه عرضش چیه بچه ها دو این نقطه این نقطه یه ریز کمتر از دو رو بدیم اینجا یه ریز کمتر از دو رو بدیم اینجا میشه میشه چی بچه ها؟ یک خود دو رو که نمیتونی بدی همسایگی بیشتر و کمتر از دو رو داری میدی ببینید بچه ها اینجا در اینجا دقت کنید وقتی ایکس من میکنه به سمت دو یه نمه بیشتر یه نمه بیشتر یه ریز بیشتر یه ریز بیشتر از دو وقتی ایکس من میکنه به سمت دو یه ریز بیشتر دو یه بیشتر دو یه ریز بیشتر دو یه ریز بیشتر جزء صحیحش یعنی برگرد عقب عددی که از دو یه ریز بیشتره یه ریز بیشتر جزء صحیحش میشه دو پس این شد حاصل حد راست حد راست یعنی چی پیدا کردن ارز بر پیدا کردن ارز برای مقادیر یه ریز بیشتر از دو حد راست یه ریز بیشتر از دو وقتی ایکس میل میکنه مثلا دو, دو چپ اینجا دو چپ به جای ایکس دو چپ وقتی ایکس می میکنه مثلا دو چپ یه ریز کمتر از دو یه ریز کمتر از دو دو یه ریز کمتر حد چپ یعنی از دو یه ریز چی بچا کمتر یه ریز کمتر از دو جواب حد میشه یک پیدا کردن ارز برای دو یه ریز کمتر شد یک بچا این دو مقدار با هم برابر نیست تابع من حد نداره یعنی چی حد نداره یعنی حد راست و چپش با هم برابر نیست حد راست داره حد چپ داره ولی با هم برابر نیست یه بار دیگه حد راست داره دو حد چپ داره با هم برابر نیستن آیه فتی چرا قبلی ها رو حد چپ و راست نمی گرفتی اینجا حد چپ و راست گرفتید ما مثلا این کلاس بچه‌ها میگیم این بعضی موقع بوی نفاق میاد نگاه کنید جزء سعی از مواردی است که بوی نفاق از سر و روش میباره <تصحیح> بله است بله این منافق جزء سریع مثلا نه در دو حتی مثلا در یک نگاه کنید خود یک ما هیچ موقع در حد خود یک رو که قرار نمیدیم همسایه رو قرار میدیم یک خب یه ریز بیشتر یه ریز بیشتر از یک میشه یک یک خب یه ریز کمتر یه ریز کمتر از یک میشه چی بچه صفر ببین دوگانگیش مهرز شد دوگان یک ریز بیشتر میشه یک ریز کمتر میشه صفر پس جزء صحیح مواردی است که ما تا میرسیم میخود دست و پامون میلرزه میگه این بوده فتنه میده این منافق دروه آقای فتحی جانم چرا حالا حد نداره؟ چون همساگی راستش همساگی شبش دو رفتار متمایز دارد یه مثال من به بچه ها میگم اینو جنبه داشته باشید خوبه یاد میگیرید بچه ها ببینید بابا این مثلا یه دختر خانومه میخواییم بریم خواستگاریش برای برادرمون نگاه کنید این دختر خانومه این آخره مواشه اینا آخه. اینا اینا این دختر آه میخواییم بریم خواستگاری این دختر خانوم ما هیچ موقع برای رفتن خاصگاری برای این دختر خانم نمیریم اینطوری میگم تق 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 جانم شما دختر خوبی هستی ما میخوایم برای برادرمون بیه. هیچ موقع ما در حد به خود دختره کار نداریم ما در حد به خود نقطه کار نداریم میریم از همسایه هاش تحقیق میکنیم میریم نگاه کنیم میریم همسایه راست همسایه چپ هم اینا اینا رو تحقیق میکنیم حالا مثلا چیکار میکنیم میریم در خونه راست رو میزنیم تق جانم اومدیم خواستگاری مریم خانوم مثلا میشناسید آره مریم رو میگی آره دو تا خونه اون ببین عالیه چه دختر خوبیه اصلا دیگه بهتر از این دختر تو محله ما نیست پس همسایه راست میگن آره آره میریم سراغ همسایه چپ تخت 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 جانم میخوایم برای بچ برادرمون میخوایم بیم خواستگاری این همسایتون دختر شنیدیم داره کدوم دختر؟ مریم رو میگی؟ وا، مریم؟ نمیدونم حالا خواستید من من نمیدونم اخلاقش خیلی بده خیلی داد و بیداد میکنه خیلی نمیدونم حالا خب این میگه نه دیگه عزیز من دیگه خب حالا شما اینجا چیکار میکنید؟ میگید خب همسایه راست به حال یه حرف زد همسایه چپ یه حرف زد ولی خب حد بچه‌ها نداره چون رفتار همسایه راست و چپ متفاوته پس ما دیگه یاد گرفتیم ما در حد به خود دختره کار نداریم به همسایگیاش کار داریم زمانی میگیم حد داره که همسایه راستش بگه آره همسایه شبش بگه آره اون موقع شما بله پس با رسم تابع جزء سی ایکس پس جزء صحیحه که از موارد نفاقه نفاق نفاق دوگانگی بوی فتنه میده در نقاط صحیح بوی فتنه ازش میباره بریم سراغ آقا فقط جزء سعی که نفاق داره نه یه مثال براتون بزنم قدر مطلقم منافقه اینا فتنه نه اینا رو فتنه, فتنه رو بشناسید بچه ها مثال ده حاصل حد زیر را به دست آورید لیمیت جزء قدر مطلق بله قدر مطلق x من دو بر روی x دو منهای چهار x من میکنه به سمت دو اینم اومدم چپ و راست گرفتم نگاه کنید بیاریم بالا 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 آها بسه اینم من حد راست و حد چپ جدا کردم آقا بله چرا چون فدای تو بشم عزیز دل من اومد رفت داخل قدر مطلق وقتی مقادیر بیشتر از دو رو اینجا بدی مثلا دوی راست رو اینجا بدی دوی راست منهای دو یه عدد مثبتش میمونه دوی راست مثلا دو و یک دوم دو و یک صدوم دو و یک دوم دو و یک صدوم دو و یک صدوم منهای دو میشه خب مثبت اون موقع دیگه وقتی دیدی توی قدر مطلقت مثبت آقا فهمیدن قدر هاتون رو برداری قدر مطلق رو برداشتم وقتی داخلش مثبت بود مخرجم که به صورت اتحاد مزوج نوشتم ایکس دو با اکسمنهای منهای دو میره حدود دو اینجا حدود دو حدود دو, حدود دو اینجا بشینه چی میشه بچه حدود چهار جواب میشه یک چهارم این میشه حاصل حد راستش در مقادیر یه ریزه بیشتر از دو حاصل حد چپش رو نگاه کنید این آشناش سوال بعد قاطی نشه دو یه چپ دو یه چپ. یعنی دو یه کمتر یه کمتر یه کمتر مثلا یک و دو کمتر مثلا یک و چه چی میشه میشه منفی الان آقا جان توی قدر مطلق شما منفی آقا فرمودن وقتی دیدی داخل قدر مطلق منفیه یا بیان فرمودن قدر مطلق هاتون رو بردارید یه منفی بذارید ما قدر مطلق رو به این منفی گذاشتیم مخرج هم که به صورت مزدوج نوشتم x منهای دو با x منهای دو میره حدود دو اینجا بشینه دو و دو چی میشه چهار جواب میشه منفی یک چهارم صورت منفی جواب میشه منفی یک چهارم دوباره همون دختر است به حد دراز چپش موجود هست ولی با هم برابر نیستن همسایگی راست داره همسایگی چپ داره ولی همسایگی ها حرفاشون یکاسه نشده پس بنابراین A B حد ای بی حد ای کسی که حد نداری من سر کلاس به بچه ها اینطوری میگم میگم هر موقع گفتم حد داری دستتون کن حد دارد پشت. اینطوری چرا اینطوری یعنی چرا اینجا تو خالیه یعنی ما به خود نقطه کار نداریم ما در حد به خود آ کار نداری یه ریزه بیشتر یه ریزه کمتر حد دارد آها حد دارد آها ندارد آها دارد ندارد پس اگر رفتید مدرسه مثلا معلمتون گفت حد چی هیچی نگید هیچ بگید حد چی بگو آه این حده یا حد چیست حد آه. دارد بله ندارد دارد ندارد دارد ندارد ما در حد به خود این سوراخ وسط دیگه ما در حد به خود نقطه کار نداریم به همسایگیش کار داریم حد را تعریف کنید این حد تعریف حد حد را این حد دارد ندارد یک پس هرگاه قدر مطلق داشتید جزء سعید داشتید اینا بوی نفاق میدن بوی فتنه میدن بریم سراغ سال بعدی اگر در تابع اف با ضابطه فلان 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 به این فکس با این ثابته در نقطه دو حدش موجود باشه نوشته حد در نقطه دو موجود باشه پس اگر حد قراره در دو موجود باشه یعنی حد راستش و حد چپش با هم دیگه یک کاسه حرف میزنن اگر میگه دختر خوبی اینم میگه دختر خوبیه حد دارد یعنی این اگر در تابع فلان حد در نقطه دو موجود باشد آ چقدر است پس حد راست برابر حد چپ تابع اف ایکس جانم وقتی x یه ریز از دو بیشتره کجایی وقتی x یه ریز از دو بیشتره تا به FX از دو بیشتره خب وقتی x بخواد دیگر بیشتر از دو باشه زابطش میشه این دیگه در این سه جمله ای دو رو قرار بده دو به توان دو میشه چار آ به علاوه دو منهای یک اینجا قرار دادم نگاه کنید چار آ به علاوه دو منهای یک میشه چار آ به علاوه یک این حاصل حد راست تا بس اما حد چپ تابه چیه حد چپ تابه یعنی مقادیری که از دو ریز کمترن از دو ریز کمتر اینهاش وقتی ایکس از دو کمتر باشه زابطش میشه این حالا مقادیر کمتر از دو رو قرار بده ببین بچه ها، یه ایکس دادم یه جزء صحیح جزء صحیح براش چپ و راست مهمه این ایکس یه ریزه کمتر یه ریزه بیشتر براش مهم نیست جزء صحیح هست. نگاه کنید وقتی ایکس کمتر از 2ه نگاه کنید خب اینجا حدود یه بار دیگه اینجا حدود دور قرار اینجا حدود دور رو قرار دادم ببین دو چون برام مهم نمونه چی داده کی گرفته حالا یه ریزه بیشتر یه ریزه کمتر اما در جزء صحیح دقیقاً نگاه کن دو کمتر رو قرار داده کن وقتی اینجا وقتی می میکنه به سمت دو چپ به جزء صحیح رسیدن دقیقاً دو اینجا جزء صحیح رسیدن دو چپ رو قرار دادم یه کن دو چپ رو قرار دادم چون اینجا برام مهمه بازم در مخرج نگاه کن وقتی ایکس منهای یک دارید ایکس میکنه به سمت دو دو منهای یک نوشتم من. پس این شناختم عامل نفاق چیه در جزء صحیح جزء صحیح پس چپ و راستش متفاوته اونجا تفاوته رو دید نگاه کردم حالا دو گریزه کمتر دو گریزه کمتر دو گریزه کمتر دو گریز کمتر جزء صحیحش چی میشه بچه‌ها یک یه دو تا دو تا هایی کم میشه یک جواب میشه دو حاصل حد راست 4 آب یک حاصل حد چپ دو متوجه شدید حد چپ چیه دیگه یعنی در عبارت تابتون در عبارت تابتون به جای ایکس دوی کمتر آقا اینجا چرا نزشتی دوی کمتر مهم نبود کی داده کی گرفته جزء صحیح قرار دادی چرا چون جزء صحیح دوی کمتر دوی چند. بیشترش فرق میکنه اونجا برام مهم بود حالا بیایم اینجا در کار اگر بخواد حد داشته باشه یعنی حد راست حد چپش با هم برابر باشن یعنی دو آه آه یک یک بعد برابر دو باشه که از این به دست میاد یک چارم بریم سراغ سال دوازده حد مقابل را حساب کنید قدر مطلق x تو منهای دو x منهای سه بازم قدر مطلقه اما خودش فرقی که کرده با سوال قبل اینکه خودش گفته در منفی گریز بیشتر یعنی دیگه کاسه داختر از آرش نشو بیا یه بار منفی بیشتر یه بار منفی یک کمتر نه خودش گفته آقا منفی گریز بیشتر همینی که این علامت منفی گریز بیشتر خودش بیان کرده یعنی من برم رفتار عبارت داخل قدر مطلق رو تعیین علامت کنم خب اینجا میام تجزیه میکنم x رو منهای 2 x منهای 3 رو عزیز من تجزیه میکنم به دو عامل یه x به علاوه یک یه x منهای 3 حالا یه مقدار بیشتر از منفی توش قرار بدم میفهمم داخل قدر مستقیما منفی یا مثبت منفی گریز بیشتر کجای داستانه این منفی یکی گریز بیشتر اینجاست مثلا منفی گریزه بیشتر مثلا, مثلا میشه منفی 9 خب بیام اینجا منفی 9 یک خب یه عدد مثبت منفی 9 یک منفی 9 و منفی 3 خب میشه یه عددش چی بچه‌ها منفی منفی در مثبت میشه منفی حالا که فهمیدم داخل قدر مطلق من منفیه میتونم قدر مطلق بردارم اینجا یه منفی گذاشتم قدر مطلق کلا برداشتم بچه‌ها دیگه حالا وقتی یه قدر مطلق برداشته شد دیگه منفی که راستو چت دیگه اهمیتی واقعا نداره اما اهمیتش زمانی بود که من نفهمیدم داخل قدر مطلق مثبت یا منفی وقتی متوجه شدم دیگه دیگه موضوعیتی نداره بیام اینجا قدر مطلق برداشتیم. دیگه اینجا چی کار کردی؟ من دیدم x به توان سه به علاوه 1 تجزیه میشه به اتحاد چاقل آغر. این کارم انجام دادم و رو نوشتم یادتونه یه سال نوم اتحاد چاقل آغر x به علاوه 1 با x به علاوه یک بعدش میره حدود منفی 1 دیگه عرض کردم به علامت راست و نگاه نکنید حدود منفی یک اینجا بشینه نمیشه منفی منفی, منفی, منفی منفی 3 منفی 4 قرینش میشه 4 اینجا نوشتیم بچه منفی منفی 4 حدود منفی 1 اینجا بشینه حدود منفی 1 به توان 2 میشه بچه‌ها 1 منفی منفی یک میشه یک بعد به یک یک و, یک و یک و یک میشه سه اگر دقت کرده باشید اول زنگ بهتون گفتم در اتحاد چاق و لاغر یه دونه رو نگاه کن سه برابر کن چاق و لاغر نگاه کن یه دونه یک سه برابر کن میشه سه البته زیادم فرق نمی کرد خود منفی رو قرار میدونیم راحت به عدد سه میرسیدیم پس جواب حد شد چهار سوم بریم سراغ سال بعدی سال 13 حد را به دست آورید اینجا هم قدر مطلق دارید هم جزء صحیح اینکه قدر مطلق و جزء صحیح داریم بچه ها سوال سختی و ایجاد نمیکنه ما بلدیم بلده کاریم البته اینجا گفته صفر چپ یعنی الان یقینا داخل قدر مطلق منفیه ببین اینجا دوباره سوال دوباره نوشتم یقینا داخل قدر مطلق منفیه یه منفی گذاشتم و قدر مطلق برداشتم این جواب قدر مطلق x وقتی x میل میکنه مثلا صفر چپ جزء صحیح جانم صفر چپ اگر قرار بگیره این تو صفر یه نمه کمتر صفر یه نمه کمتر جزء صحیح چی میشه جزء صحیح میشه منفی یک پس جزء صحیح رو هم منفی یک قرار دادم بیایم پایین دوباره همین اتفاق برای مخرج افتاد داخل قدر مساق به جهت صفر چپ بودن منفیه یه منفی گذاشتم قدر مساق رو برداشتم صفر چپ اینجا اینجا حسبش کنین صفر چپ رو بذار جز سی صفر چپ حالا مثلا صفر شب یعنی از صفر کمتر هر چیزی که کمتر از صفر باشه یه نمی کمتر از صفر باشه مثلا منفی یک دهم منفی یک و منفی یک هزارم همیشه کمتر از صفر یه نمی کمتر از صفر نگاه کنید بچه‌ها اینجا یه نمه کمتر از صفر جزء سریش چی میشه بچه میشه منفی یک خب صفر چپ جزء سریش شد منفی یک عبارت ها قشنگ تر صورت شد منفی ایکس بالا علاوه یک مخرج شد منفی دو منفی یک حدود صفر دیگه اینجا موضوعیت نداره صفر را صفر چپ چون نه خبری از جزء صحیح نه خبری از قدر مطلق اینجا حدود صفر اینجا بشینه صورت میشه یک حدود صفر اینجا بشینه میشه منفی یک ساده بشه میشه منفی یک